این اجازه بدید آغاز بکنیم به ششمین قسمت از مجموعه برنامه همصدایی در زمینه گذر از روحانیت که در این هفته با جناب بهرام مشیری صحبت میکنم. درود میفرستم به آقای بهرام مشیری در ایالت تگزاس. خوش آمدید استاد. درود بر شما آقای فروزنده گرامی. درود میفرستم خدمت هموطنان گرامی، بینندگان شما در سر تا سر گیتی. امیدوارم همه خوب باشه. تصویرتون خیلی خوبه، چهره خودتون هم از شبهای دیگه روشنتره، مثل اینکه به هر حال از سلامت نسبی فوق‌العاده بیشتری برخوردارید. درست تشخیص دادید آقای فروزنده. یعنی به نظرم میرسه که هوای خوب کالیفرنیا خیلی به شما نمیسازه. دکترای بعد کالیفرنیا به ما نساخت. منهای دکتر نصر. منهای دکتر نصر. واقعا حالا اسمش رو آوردید آقای مشیری. باید قبل از که وارد بشیم، یه پزشک نیست، برای بیماراش واقعا یه فرشته است. بله بله بله، فضیلت بسیار داره این مرد محترم. بله. دوست گرامی من. بله. چقدر قلب شما رو خدمتتون بنده نمیخوام وارد این مطلب بشم. هوای تگزاس واقعا خوب نیست آقای فروزنده. هوای تگزاس خوب نیست؟ آخه گرم، در شرجی هست، پشه داره. واقعا کالیفرنیای خوب که به شما قابل مقایسه با کالیفرنیا نیست. خب بله درست میفرمایید اینو، ولی همین هوای خوب به شما نساخت، رفتید با اونجا کنار اومدید. بله، دست قاتلین گریختیم قربا. به هر حال آقای مشیری، امشب به کجا میریم ما؟ از کجا شروع میکنیم؟ آقای فروزنده گرامی، بعض سوالات از اهمیت داره، اهمیت تاریخی داره. سوالی که شما امروز مطرح فرمودید که خانم پیرنظر، خانم دکتر ناید پیرنظر، بله، بسیار بسیار بانوی بزرگوار محترمی هستن. فکر کنم یک بارم مرحمت کردن به بنده زنگ زدن و گفتند که در میان دولت مداران و شخصیت های مهم اون روزگار از یهودیان خواجه رشید الدین فضل الله همدانی هم یهودی بوده است. این چنین گفتن ایشون، درست است؟ بله. خب عرض میکنم خدمت این بانوی بزرگوار که تا اونجایی که بنده دیدم و تاریخ ها گزارش میکند نه چنان است که ایشان فرمودن. بله. اسم این مرد از خواجه رشید الدین فضل الله و اسم پدر در واقع جد اعلی این مرد علی بوده، موفق الدوله علی، که از منجمین بسیار مشهور و از همکاران خواجه نصیرالدین طوسی در رصدخانه مراغه بوده. و گذشته از این عرض کنم که منشآت ایشان مسلمان بودن ایشان را محرز می‌دارد. کتاب مفتاح و تفاسیر یکی از آثار ایشان هست در باب علم کلام و تفسیر قرآن، و کتاب لطائف الحقایق در باب سیرت رسول الله و علم کلام و کتاب‌های دیگر، و یک چیز هم دارد، در واقع یک دعا دارد در پایان آثار متعددی که این مرد بر جای گذاشت، یک دعا هم دارد بر ولی اللهم یا ملهم الاسرار و یا معلم الاخبار به ادامه می‌دهد. و خواجه رشید الدین فضل الله عرض کنم که جامعه رشیدی که یکی از زیباترین ساختمان‌های اون روزگار بوده است، یک مسجد بسیار بزرگ داشته است، 1000 خانه در اطراف اون ساخته بود، کتابخانه ها و بازارها و اینها که بعد در حملات وحشیان تخریب شد. این است که در مسلمان بودن خواجه رشید الدین فضل الله هیچ تردیدی نیست. اینقدر هست که حاسدان که بعد مهمترینشون بعد وزیر شد نزد خان مغول، اینها در واقع اینها آمدن و قمز کردن که این مرد پدر شما رو با سم داده و کشته. و این خواجه، اینا چند تن بودن در اون روزگار که تکیه مردم ایران بر اینها بود. یک برادران جوینی هستن، خواجه شمس الدین و برادرانش و خواجه رشید الدین فضل الله، بزرگترین رجال ایران در اون روزگار هستن، در ساختن دوباره ایران دست مهم داشتن. و مهمترین تاریخی که در باب مغول تحریر شده است که حاوی 3 مجلد است، عرض کنم که و در واقع شاهکاری است در مغول شناسی و چنگیز شناسی که جلد اولش مهمترین است در کنار من هست،
تألیف این مرد بزرگ هست و بدون وجود این کتاب اطلاعات ما در باب مغول و چنگیز خان و زبانها و عادات و رسوم مغول ناقص می بود. این است که وقتی که او رو کشتن به جهت نفوذی که این مرد بزرگ در میان از جمهور مردم ایران داشت، سر او رو بریدن و آمدن و گفتن این مرد همون یهودی بود که قرآن عوض می کرد و او رو در گورستان مسلمانان به خاک سپردن. قریب 100 سال بعد یکی از فرزندان و در واقع عقاب تیمور لنگ که بسیار مرد متعصب جاهلی بود، آمدند و گفتند این مرد یهودی بوده و عرض کنم که قبر او رو شکافتند و او رو به گورستان یهودیان بودن. هیچ یک از مورخین چنین سخنی نگفتند. ادیب ابو عبدالله شیرازی مشهور وصاف الحضره، صاحب تاریخ وصاف، با درس کنم که با چنان درد و سوزی از مرگ جانکاه این مرد یاد میکند و هرگز در اون تاریخی که اینا معاصرین بودن درس کنم تحریف فرموده است این مرد، که البته بسیار هم کتاب و مشکل نویسی کرده و به این صفت هم مشهور هست، اشاره مطلقا و ابدا به یهودی بودن ایشان نیست و آثار اون نشان میدهد، کاملا نشان میدهد که یک مسلمان بوده است. این است که فکر میکنم خانم بانی محترم، خانم پیر نظر در این باب شاید اشتباه کرده باشه. یک نفر دیگر هم خانم دکتر پیر نظر اشاره کردن و اون سعد الدوله است. بله، سعد الدوله رو من خدمتتون توضیح دادم، بسیار مرد خبیثی بوده، یهودی بوده البته، و چون میدید که مغولان دارای دینی نیستن تحریک میکرد خانم مغول به قتل عام مسلمین و تخریب مکه و خراب کردن اماکن متبرکه مسلمین و بعد سزای خودش رو هم دید و البته در آخر کار در واقع خاسر بیرون آمد از این میدان. ولی سعدالدوله البته صاحب استعدادها بود و ایشون یهودی بود، صحیح هست. این تنها یهودی است که به حکم به وزارت رسیده است در تاریخ ایران تا اونجا که بنده میدانم و اون در روزگار مغول بوده، این تنها کس بوده. خب جناب مشیری، به من بفرمایید که شیخ صفی کی بود؟ بله. و از بله. کجا شروع کرد؟ صفویه چه جور سلسله بود در ایران؟ چه نقشی در تمامیت ارضی ایران و وحدت ملی در ایران داشت؟ و خلاصه شاه اسماعیل صفوی چگونه پیدا شد؟ البته اینا سوالای متعدده، اجازه بدید از شیخ صفی شروع بکنیم. بله، خدمت شما عرض میکنم شیخ صفی یا شیخ صفی الدین اردبیلی، به طوری که از نامش پیداست اهل اردبیل هست، از دوران کودکیش اطلاع صحیح و درستی در دست نیست. عرض کنم بسیاری از کرامات به اون منتسب میکنند که اینا البته ساخته و پرداخته در واقع مریدان او هست. میدانیم که ایشان برادری داشته و به شیراز سفر کرده و با سعدی ملاقات کرده و سعدی یک جلد از کتاب مستطاب خود بوستان رو به اون هدیه کرده و این آقا برگشته و رفته است پیش یکی از متصوفین بسیار بسیار مشهور، یکی از بزرگترین پیران خانقاه به نام تاج الدین گیلانی من. و در آنجا هم حلقه ارادت این پیر رو در گوش کرده و در خدمت او بوده، در حلقه مریدان او بوده و عرض میکنم که بسیار چیزها آموخته و بعد از فوت این تاج الدین گیلانی مریدان او رو پیر خواندن و دراز مدتی به حدود 35 سالی اونجا این در واقع عرض کنم که پیر خرابات بود و مریدان بسیار داشت و رفته رفته محبوبیت فوق العاده یافت. به جهت یکی از دلایل اقبال مردم به متصوفین و خانقاه ها، شکست های پیاپی، قتل عام ها، کشتار ها که مردم هر روز ناامیدتر و پریشانتر، و این خانقاه ها عرض کنم که مشهور است که تصوف مکتب رجا هست و دین مکتب خوف هست، رجا به معنی امید، اینها و بیشتر چون از خدا دیدن خبری نیست در واقع، و این سخنانی که آخوندها گفته بودند که بله در جنگ بدر، در جنگ کفار عرض شد که فرشته ها به کمک مسلمین آمدند و اینها، متحیر متعجب شدند که پس چرا این کفار مغول که آمدند بنیاد اسلام رو برانداختند و این همه بزرگان دین رو به قتل آوردند چگونه خدا پیداش نشد.
اینا رفته رفته عرض کنم که بیشتر ارادت پیدا کردن به یک منجی که عرض کردم عقیدش یهودی هست و پیدایش مسیح و در واقع پیشرفت کار او هم بدون جهت بود که سابقه ذهنیش نزد یهودیان بود و بعد به تشیع آمده. این است که گرایش به تشیع هرچه فقر بیشتر و گرفتاری بیشتر این گرایش به تشیع بیشتر بوده. اما شیخ صفی‌الدین شیعه نبوده، خلاف اون چه در واقع فرزندان او گفتن، به طوری که بعد خدمتون عرض خواهم کرد، این آقا سنی شافعی بوده و حرکت می کرده، هر جا می رفته تعداد مریدان دنبال او بودن. در یک تاریخ خواندم که اونقدر تعداد مریدان زیاد شده بود که شیخ فرصت دست دادن برای بیعت گرفتن با کسی نبود و برای پشت بام می ایستاد و یک تناب خیلی بلندی یک سرش رو این شیخ می گرفت و هر کس این تناب رو می گرفت در حقیقت در بیعت شیخ بود. این چنین بود داستان این مرد. و 35 سالی هم عرض می کنم که پیر و در واقع پیش رو به این خالصه بود و مرشد کامل می گفتند و اینها و در گذشته. بعد از اینکه اون رفته، بعد در واقع به اعقابش رسیده، به فرزندانش رسیده، عرض کنم که یکی شیخ صدرالدین موسی هست که در 31 سالگی جانشین او شده که داره خیلی اهمیتی نیست. بعد میرسیم به شیخ ابراهیم نسل بعد که او هم خیلی مهم نیست. اما وقتی میرسیم به سلطان جنید که در واقع میشود نبیره این صفی‌الدین اردبیلی، اون یک زندگی خیلی مخصوصی داشته پرماجرا که منجر می شود به ساختن اون چه ما غزلواش هست می گوییم. اجازه بدید در باب این که ایشان و این خانواده سنی بودن عرض کنم که یک کتابی هست به نام صفت و صفا که به او استناد می کنند، به اون کتاب و مرحوم کسروی بزرگوار علامه کسروی، با توجه و استناد به دلایل محکم و نیرومند ثابت کرد که نسخه اصلی کتاب رو در روزگار شاهان صفوی تصحیف کردن و تحریف کردن و در اونجا گنجانیدن که اینها در پشت 28مشون یا 27مشون به امام موسی کاظم میرسد، امام هفتم شیعیان، و کسروی رد کرده است و گفته از اینها جعلیات است و نقل قول کرده است از دیگر مورخان که اردبیل عمدتاً اهل تسنن و شافعی هستند. و یک نامه‌ای داریم در دست از عبیدالله خان ازبک. عبیدالله خان برادر شیبک خان هست. داستان جنگ شیبک خان و شاه اسماعیل رو بعد اشارتی خواهم کرد. اینها مردمان خونخوار سنتی بودند، دزدان ماورالنهر، اینها در از اعقاب و در واقع اخلاق چنگیز خان بغل بودند. نامه ای نوشته است به شاه طهماسب که شما آمده اید و دین پاک اجدادی خود فرو گذاشته اید و به رفض آویخته اید. و بعد استناد می کند که شما مدعی هستید که اولاد علی هستید، یا هستید یا نیستید. اگر نیستید می گوید که محمد گفته است که اگر که عرض کنم که یک کسی بگوید که پدر فلانی پدر من است، این از گور به بهشت نمی رود اگر نیستید. اگر هم هستید و از اولاد علی هستید، اون بزرگوار، اون عبیدالله خان ازبک می گوید، اون بزرگوار هرگز به شیخین لعن نکرد و سب به شیخین نکرد و مرده ای را از گور به در نیاورد و کسی را ریش و سبیل نتراشید و به تمسخر از خلفا یاد نکرد، که اشارهش به عمرکشان بوده. بنابراین این که اینها شیعه بودند و عرض می کنند که اونقدر جانفشانی می کردند و اینها، داستان از بیخ پیداست که دروغ بوده. اما برگردیم سر داستان جنید. این جنید آغاز به کار کرده، عرض کردم زندگیش بسیار پرماجرا بوده. در روزگار همین جنید هست ما دو قدرت بزرگ در آذربایجان و ترکیه امروزین داریم، دو در واقع قبایل آقایونلو که اینها شیعه بودند و در ترکیه بودند، قرقویونلوها در منطقه آذربایجان بودند. قره به معنای سیاه، قویون به معنای گوسفند هست
یعنی منظور این است که پرچم اونها شمالی ها آقایوندو ها یک گوسفند سفید بود، نقش گوسفند سفید، جنوبی ها و نقش گوسفند سیاه قرقایوندو آقایوندو. و عرض می کنم که دیگر در این روزگار هم در دیگه داستان مغول ها به انحطاط رفته بود و یک داشت رفته رفته یک فضای باز می شد برای قدرت طلبی. این جنید رو از اخراج کردن از اردبیل، رفته است به دربار سلطان مراد دوم، از اونجا هم ظاهرا احترامی کردن چون پیر خانقاه شده بود، اما بعد از اونجا اون رو بیرون کردن، به چند شهر ترکیه رفت و بیرونش کردن، با رفته به سوریه، از سوریه باز برگشته به ترکیه و رفته خدمت اوزون حسن. اوزون حسن در واقع مرد شیعه بود و رئیس و در واقع شاه ترکان شیعه اونجا در اونجا بود و در اونجا ازدواج کرده است با خواهر اوزون حسن و این جنید رو برگردانده. در بازگشت به ایران هست که طرحی می‌ریزد این جنید برای قضا با کفار. در واقع اون چه از اسلام بیشتر به دل دزدان در واقع نشسته بود این قضا بود، یعنی حمله و دزدی و گرفتن اموال مردم. به همین دلیل دزدان آسیای مرکزی به محض اینکه مفاهیم اسلام رو دریافتن، اگر چیز خوبی هم درش بود مد نظر نداشتن، اما زندگی چادرنشینیشون که غارت توام بود درست شباهت داشت به زندگی چادرنشینی بیابانهای عربستان، اسلام خیلی به دلشان شیرین آمد. و ما عرض میکنم که نشانه ها داریم در تاریخ که اینا خودشان رو مسلمانان پاکیزه میگفتن و دزدی و غارت رو در واقع در قوه محرکشون برای اسلام و اینها، این همون پلاندر روز به قول راسل، یعنی گرفتن اموال به زور. شیخ جنید که آمد دسته ای از در واقع قبایل ترک تشکیل داد و یک کلاه قرمزی در واقع قزلباش به معنای سرخ سر هست، باش به ترکی یعنی سر، قزل هم یعنی قرمز دیگه، که این 12 ترک بود به نشانه 12 امامی. و عرض میکنم که این ترکمن های شیعه که در واقع یه نوع پروتستانت بودن علیه قدرت بسیار خشن عرض کنم که امپراتوران عثمانی، جمع‌آوری کرد و حمله کرد به چرکس ها اونجا غارت بکند و اینها، سرانجام او کشته شد. بنابراین این داستان عرض کنم که از جناب جنید، سلطان جنید شده است، خودش رو سلطان میخوند. بعد ما حیدر رو داریم، سلطان حیدر. شاه اسماعیل اول کسی است که سلطان رو حذف کرده، نخستین کسی که سلطان نامیده شده است در تاریخ ایران سلطان محمود هست. شاه اسماعیل شاه رو به جای سلطان گذاشت به سنت قدیم ایران. اینها خانواده فرهنگی بودند، این شیخ صفی الدین اردبیلی مرد فرهنگی بوده، مسلم است که در این خاندان از روزگار ایران و تمدن ایران سخن می‌رفته. حالا علی رغم صفاکی‌های شاه اسماعیل که من اشاره خواهم کرد، اما اینها ذاتاً ایرانی بودند و احتلال ایران رو دوست می‌داشتند. باری برمی رسد به عرض کنم که حیدر، و این حیدر پدر شاه اسماعیل هست که این هم بیچاره ناکام شده، حالا شهر زندگیش طولانی است ولی کشته شده و فرزندانش رو می فرستند به دژ استخر، یک زندانی در شیراز. سه برادر بودند و یک مادر و در اونجا زندانی بودند. اینها سرانجام از زندان بیرون آمدند. برادر بزرگی داشت به نام علی که برابر با سنت در واقع اسلام که قدرت به سر بزرگ میرسد خودش رو پیشوا خوان و مریدان و اطرافش. اینا توانستن در واقع شاه اسماعیل، هفت قبیله ترک بودن اینا. حالا بماند، علی در یک جنگ پیروز شد اما کشته شد و این شاه اسماعیل 10-12 ساله رو اینها مرشد کامل میگفتن، به مثابه خدا میدانستن. حتی در روزگاه شاه عباس رو خدا میدانستن. اگر اصلا خداحافظی میکردن ایرانیان میگفتن عباس نگه دارد، اشهد و به جای اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان علی ان ولی الله اشهد ان اسماعیل ان ذل الله میگفتن. تا اون درجه ارادت داشتن این هفت قبیله ترک قبایل
ذوالقدر و قاجار و بسیار بودن، هفت قبیله بودن، شاملو و عرض میکنم که اینها هفت قبیله ترک بودن، اینا تبار ترکی داشتن، تبار ایرانی هم نداشتن، و بعض اینها رو از کسانی بودن که روسا از کشورشان بیرون کرده بودن، بعض اینا مثل قبیله قاجار اینها که جز همین گروه بودن از سوریه آورده بودن. تو ما یک نامهایی داریم در زمان فارسی مثل شام بیاتی، ایشان یک دوست محترم من هم اسم شام بیاتی بود، اینها کسانی بودن که از شام آمده بودن. باری این قبایل رو عرض کنم که شاه اسماعیل فرماندهی کرد در حالی که یک کودکی در واقع بیشتر نبود، و شروع کرد در واقع به 12 پادشاهی ایران تقسیم شده بود، این شروع کرد از گیلان شروع کرد با کشتن فرخ یسار، نمیدونم کسانی که در قتل پدر شروانشاه، و وارد تبریز شد و در اونجا که در واقع یکی از نخستین جاهایی است که بیشترین فجایع مرد انجام داده. مادر ایشان ازدواج کرد با یک کسی از سرداران، وقتی شنید که با یک سنی ازدواج کرده دستور داد آوردن مادرش رو جلو خودش سر بریدن، و این مرد صفاکی رو به منتها درجه داشت. وقتی که گفتن تبریزیان گفتن ما حاضر نیستیم بگوییم اشهد ان علی ولی الله، که اساسا در اذان نبود، این اذان طرح رسول خدا بود به قول خودشان، اشهد ان علی ولی الله چه معنی می داشت، حی علی خیر العمل نبود در اذان، گفت بایستی به طریق چیه بگویید. آمدن گفتن که آقا 4 دانگ از 6 دانگ مردم تبریز رعایا اینها سنی هستند، و شما اگر زیاد سخت بگیرید ممکن است این رعیت از شما رنجور بشوند و پادشاهی شما پا نگیرد. گفت به خدا قسم اگر که لازم باشد همه اینها رو من میکشم، و شروع کردن به قتل عام یک چیزی حدود 20,000 نفر رو، این آدم صفاک خونخوار که البته بنیانگذار سلسله هم هست، جنبه مثبتش هم بر جای خیش، آدم حیرت انگیزی بوده. یک ایتالیایی میگوید از عهد نرون تا به امروز چنین خونخاری نبوده است. اما فراموش نکنید که این صفویان بودند که هر آینه نام ایران رو برکشیدن. دیگه به روزگار شاه عباس که می‌رسیم ایران در اوج قدرت است، یک قدرت‌های بزرگ جهان هست. بنابراین ضمن اون که ما این خونخاری شاه اسماعیل در شیراز، در جاهای دیگر، در هر جا دستش می‌رسید، علمای محترم اهل سنت بسیار بودن، به خصوص در شیراز، رفته اونجا گفته لعنت کنید بر عمر، لعنت کنید بر ابوبکر، اینا گفتن آقا ما هرگز چنین نکنیم. میگفت شکم اینها رو پاره میکرد، سر اینها رو میبرید، و یک خونریزی بیدلیل در هرات همین کارها رو انجام دادن در هرات هم افغانستان. در واقع شما اگر با برادران افغان صحبت کنید هنوز به شیعیان قزلباش میگوین اونجا، از ستمی که اینها روا داشتن در اونجا. و عرض میکنن که این وضعیت روحی و روانی این مرد بود، و چون بر این بود که خلیفه خداست و بعض اوقات میگفت من با خدا صحبت میکنم و خدا در چهره علی تجلی کرده و چنین و چنان، ادعاش به جایی رسید که واقعا باورش شد که میتواند با یک ادعای قلیل و کسانی هم که شکست داده بود، یک مش آدم های محلی بودن، با ارتش سلطانی هرگز روبرو نشده بود. این است که با 26,000 نفر چماغدار، در واقع چماغدار که عرض میکنم سلاح مدرن نداشتن، اینها با چوب و چماغ و عرض میکنم که شمشیر و اینها، هرچی یک مرد دانایی هم در سپاهش بود، خان محمد استاچلو که اون ترکان عثمانی رو دیده بود، سپاه ینیچری رو دیده بود، توپخانه های عثمانی و شیبه جنگ های مدرن اونها رو دیده بود، هرچی به اون نصیحت کردم گفت که به لطف مولا علی من جنگی بکنم که چنین و چنان، هر نصیحتم نشنید و خلاصی جنگ چالدران در گرفت و شکست فاحشی به ایران وارد آمد. اما شجاعت خارق العاده این صوفیان از خودشون نشون دادن که واقعا حیرت انگیزه. و بعض این آقا عقب نشسته و زنهاش رو بردن، این رو در تاریخ ایرانی نمی نویسن،
اما حقیقت امر این است که همسران او رو بردن و این مرد دچار روان پریشی شد، به طور کل از کار کنارگیری کرد تا در 38 سالگی عرض کنم که دیگر در امور دولت اون دخالت ها نداشت، اما در اون روزگار فعالیتش تا اونجایی که دستش می رسید عرض کنم به زور شمشیر غزل با غزل باشی مردم رو به زور شیعه کرد. یکی از کارهاش هم جنگش با شیبکخان ازبک هست. این ازبکان از شمال شرقی ایران که عرض کردم از باقیماندگان چنگیزخان و مغول بودند و اینها هنوز هم هستند، اینها مرتب میریختن. همین عبیدالله خان ازبک میامد بعد از ماجرای هرات که اینها رفتن اون کارها رو کردن، عبیدالله خان آمد و شیعیان رو گرفت و کشتن. یکی از شخصیت های نامداری که در این کینه‌جویی عبیدالله خان ازبک کشته شد هلالی جغتایی است و این بیچاره از ترس چه قصیده هم گفته است: خراسان سینه روی زمین از بحر آن آمد که جان آمد در او، یعنی عبیدالله خان آمد. بیچاره این مطلع قصیده شه، ولی بودن سر او رو بریدن. مقصود این که هرچی اینها سب خلفا می کردن و اهل سنت زور می گفتن، اونها هم که سنی بودن برا شفته بودن و به شیعیان بیچاره که همواره فقیرترین آدم بودن حمله می کردن، اونها رو می کشتن. و مشهور از همین سلطان سلیم که می آمده بیاد به ایران، در همین منطقه نزدیک مرزهای ایران گفتن آقا اینجا در اینجا بیدنم چند هزار نفر شیعه زندگانی میکنن، که ما دشمن پشت سر خود نمیخواهیم و اینها را تمام به قتل رساندن. داری بعد از این شکست هست که در واقع شاه اسماعیل بنیانگذار حکومت صفوی در واقع دچار یک نوع روان پریشی شده و عرض کنم که مورد دخالت نکرد، در 38 سالگی وفات یافته. و بعد آمدن وقتی که عرض کنم که این موضوع شروع شد، سواد اعظم مردم این سرزمین سنی بودن، تعداد شیعیان 1% کمی بود، عمدتا در منطقه قم و کاشان و سبزوار و شهرهای شمال و بعض شهرهای دورتر خراسان و تعدادی در فارس اینها بودن، اما عمدتا مردم اهل سنت بودن، بیشتر شافعی بودن، در شرق ایران حنفی بودن، در بخش جنوبی و مرکزی اصفهان اینها شافعی بودن. این است که این آقا آمد و به زور شمشیر هر سبت که این داستان رو برقرار کرد و دوچار کمبود آخوند شد. یعنی دولت صفوی برای تعالیم عرض میکنم که فقه شیعه و اندیشه های شیعی دوچار کمبود آخوند شد. هرچه آخوند عرض میکنم در همین کربلا و نجف و بغداد و اینها بود تا برود به لبنان و جبل عامل و اینها شروع کردن آمدن. بعض این سنی های فرصت طلب هم خودشون به شیعه گری زدن، چون بازار گرم بود آخوندها رو آوردن و داستان خیلی داستان مفصلی است. اما مردم ما تا ظهور شاه اسماعیل صفوی شاید به تقریب بشود گفت 80% یا بیشتر سنی بودن. از این روزگار است که این تشیع آمد و این آخوندها چون در روزگار مغلها و روزگار پیش از آن در مقابل اهل تسنن قرار می گرفتن، همیشه در این مجادلات مغلوب می شدن، اما زمانی که آمدن همه اهل تسنن رو کشتن دیگه اینها هم فاسد شدن. یعنی آخوند شیعه فاسد شد، شیعه فاسد شد. اون شیعه که فردوسی ازش یاد می کنه یعنی شیعه صفوی نبود. حالا این علی شریعتی خیلی از این حرفا زد که شیعه صفوی شیعه علوی بماند، اما قدرت مطلق به دست این آخوندهای شیعه گفتند. یک لاتائلات این مجلسی گفته است که توهین هست به دین و خدا و اسلام و همه چیز به جهت این که قدرت هم اینها رو فاسد کرده بود. اما امپراتوری صفوی در حقیقت ضمن این مسائلی که خدمتتون عرض کردم نخستین دولتی است بعد از دولت ساسانی که توانست نام ایران را بر بکشد و مرزهای خود رو به حدود روزگار ساسانیان برساند. آقای فرزند، آقای مشیری، ضمن اینکه تلفن تلویزیون رو روی صفحه بگذارید، تلفن 818-301-8000 تلفن استودیو هست. اگر از بینندگان عزیز کسی قرار داشته که بخواد که صحبتی بکنه، پرسشی داشته باشه یا اظهار نظری، میتونه روی خط بیاد.
و در این حال با تلفن 408-887-4985 اگر تکسی داشته باشید میتونید بفرستید. آقای مشیری، من دو تا تکس دریافت کردم که اینها میگن ما با صبوری بسیار برنامه شما رو با استاد مشیری تعقیب میکنیم و بسیار ممنونیم از اطلاعاتی که ایشون در اختیار ما قرار میدن، ولی هنوز ما این مسئله رو، ارتباطش رو با سوژه‌ای که شما از جلسه اول بیان کردید، ما این رو نمی‌بینیم. شما عنوان برنامه که روی صفحه می‌گذارید گذر از روحانیته، در حالی که اونچه که تاکنون جناب مشیری فرمودند تاریخ در واقع بخشی از اسلام هست و تاریخ تشیع است. در این مورد چه نظری دارید؟ عرض کنم که بنده میخوان جواب بدم خدمتتون. خواهش میکنم، بفرمایید. در تکس بیننده است. ببینید، اینشون عجله دارن تشریف ببرن ایران خیلی زود. خب من و شما فردا راه میافتیم ببینیم آخونده رو بیرون میکنیم یا گذر کنیم از روحانیت. آقا، پدیده‌ای که به نام شیعه‌گری در ایران هست، ما حداقل باید ما رو بشناسیم. بشناسیم اینا از کجا آمدن، تاریخشان چه بوده، کار دیگری که از دست ما ساختن. اگه میخواهید که بنده آقای فرزنده حزب درست کنیم، فردا لشکر بکشیم، شما تشریف بیارید، یک اصلا هم شما بگیرید، بریم اینا رو نجات بده. این است که گذر از روحانیت رو مردم بایستی انجام بدهن و مردم ایران هستن که بایستی و اینا اطلاعات در واقع لازمه بیرون رفت از این مرداب هولناک اطلاعات تاریخی است. علت افتادن به این چاه ویل هولناک هم نداشتن اطلاع تاریخی بوده. اگر که مردم میدانستن خمینی چگونه آدمی است و سابقه فکری او بر چه چیزی استوار است و پایه‌های فکری او از کجا خواسته و اگر کتابش رو میخوندن. ما یکی از عیوب بزرگ ما ایرانیان متاسفانه عرض میکنم که این هست که به کتاب، ما مردم شفاهی هستیم، همواره حرف دیگران رو نقل قول میکنیم. خیلی کم، 1% شاید ما کتابی باز کنیم، با دقت و حوصله بنشینیم، به خاطر ایران دوستی یا تعالی کشور یا پیشبرد مقاصد ملی کتاب بخوانیم. بسیار اندک هستن، نه که نباشن، بسیار اندک هستن. این هست که عرض کنم که بدون اطلاع و شناخت اینها که میسر نیست. دوست محترم، ما بایستی تقدس آخوند رو ابتدا بتوانیم بشکنیم، اینها رو از آسمان به زمین بیاوریم تا بتوانیم از روحانیت گذار کنیم با یک برنامه تلویزیونی که ما نمیتوانیم از آخوند گذار از آخوند بکنیم. خورمتون برم، ما هستی با حقایق امور ما هست کنم که توجه کنیم. یک برنامه تلویزیونی است، ما طرح سیاسی برای بیرون کردن آخوند که نمیتوانیم بدن، که نداریم که چیزی بگوییم. ما میتوانیم سخن بگوییم، دوست محترم، ما میتوانیم مردم رو روشن کنیم و اطلاعات دقیق درست. سپاسگزارم. اجازه بدید خطا رو بگیرم. بفرمایید، خواهش میکنم. بفرمایید آقا. سلام عرض کردم. سلام قربان. سلام عرض میکنم خدمت جناب استاد مشیری. قربان، این قسمت مهدی رو من فکر میکنم که نیاز به توضیح بیشتری داره و خیلی سریع شما رد شدیم، به خاطر اینکه الان تمام وضعیت ایران و سیاست روز جمهوری اسلامی و این درون این مسائل مربوط به مهدی و مهدیگری میچرخه. این قضیهی که برای ازدیاد جمعیت اینا دارن، اینا همه الان سرباز میخوان برای امام زمان به خاطر اعتقادشون به این قضیه است. الان آخونده دارن که این آخونده که خبرهای داعش و ظهور داعش و ظهور همین خانم آقای در حقیقت بردد میدی تو یوروویژن، این که به اصطلاح اون اتریشیه که 2 ماه پیش برنده شده، اینها رو همه این وقایع رو میگن ما از قبل برامون تعریف کردن، میدونیم اینا همه ظهور امام زمانه، علائم ظهور امام زمانه و ما باید آماده بشیم و مملکت ایران هم فدا بشه. آقا دارن میان. از باز چیز دیگه ای که باز بهش نمیشنوم، این پیشگویی های شاه نعمت الله ولیه که پیشبینی کرده که این دوره جمهوری اسلامی 40 ساله و بعدش هم زمان ظهور میکنه. این صحبت ها بفرمایید آقای مشیری.
خب این چیزا که دوست محترم فرمودند این یک مطلب واضحی است، یک مطلب خیلی ظاهری است. این دروغ بزرگ الان هزار و چند سال است که رایج است دوست محترم، و عرض کردم این اعتقاد به منجی در بین بسیاری از مردمان بوده. اون چه در اسلام وارد شده از عقاید یهود آمده. اسلام عرض کردم در تا حد خیلی بالایی کپی برداری از یهود هست. حالا اینجا فرصتش نیست که ما قرآن رو بذاریم و ثابت کنیم در قصصش و در تعلیماتش و در مسائل عبادیش و اینها، اما یهودیان فقیر و ناامید به منجی معتقد شدن و من شما رو حواله میدم به تحقیقات شتراوس دانشمند بزرگ آلمانی و ارنست فرنان فرانسوی و کتاب زندگانی مسیح. در اونجا به وضوح آمده است که وقتی مسیح پیدا شد اینها گفتن این همان منجیست که ما منتظر او بودیم، و چون در ذهنیت اونها در واقع در ذهنیت خودشان معجزات و کرامات به منجی آخر الزمان نسبت می دادن، وقتی مسیح پیدا شد او رو منجی پیداشتن و به او و این داستان هم وارد شده است. شیعیان به واسطه ضعفی که داشتن و بیشتر بیچارگان و فقرا شیعه بودن و عرض می کنن که بلند پایگان جامعه قوی حالان بیشتر حنفی می شدن، طبقه متوسط شافعی یا مالکی می شد. این است که شیعه بیچاره همواره تو سری خور بود و این اولاد علی هم هیچ موقع به حکومت نرسیدن. این هست که این داستان دروغ پیدا شد. بارها من عرض کردم خدمتتون که وقتی امام 11 فوت شدن بچه‌ای نداشتن، زناشون رو آوردن، به خصوصی همسری داشت که برادری داشت، این عرض میکنم اون امام که آمد که ارث رو بگیره. در همین برنامه عرض کردم این زن رو بردن یا زنان رو بردن در کاخ خلیفه برای اینکه وضعیت ارث روشن بشه. چند ماما مأمور کردن که اگر بچه آمد این رو وضعیت ارثش روشن بشه. هیچ بچه وجود نداشت. یک دروغ ساختگی است و واقعا اگر کسی امروز در ایران مدرن امروز بعد از گذشت این پراز و فرودها و این تجارب تاریخی و عصر مدرنیته هنوز منتظر امام زمان است نداره، اون دیگه ما کاری بهش نمیتونه بکنه. واقعا دیگه اون دیگه خودشو به خواب زده و کاری نمیشه کرد. اما آخوندها وضعیت رو خود رو متزلزل میبینن و هرچی بیشتر متزلزل میشوند به این مسائل بیشتر روی میآورن و این خرافات رو بیشتر پخش میکنن. از بام تا شام داستان دروغ است و فساد است و تقلب و معلوم نیست سرنوشت این مملکت چه بشه. عزیز سپاسگزارم. بفرمایید. خواهش میکنم بفرمایید. خواهش میکنم. سلام، خسته نباشید. سلام. بلندتر صحبت. مشیری هم چه اصلا خدمت شما که از آقای مشیری البته سوالتون یه مطلبی هست که این شیعه ما از زمان صفویه تو ایران اومد با همون 6-7 امامی اومد، امام آخرش هم همون امام بچه 6-7 بود، یعنی امام 12 امامیش از زمان نادرشاه به بعد وشکتی بچه ده امام 12 همه ما شروع شد دیگه نشد امام مهدی دیگه 12 اصلا نداشتین تا زمان نادرشاه که اون قوم نادرشاه بودن که معتقد به 12 امام. خواستم از آقای مشکل لطف کنن در مورد این اصلا تاریخی شیعه و شیعه‌گری از کجا بوده تو ایران که نبوده، صفویه تو ایران رشد کرده دیگه، از کجا بودن اینا. سپاسگزارم دوست عزیز. آقای مشیری شما برنامه‌های متعدد در این زمینه داشتید، خواهش میکنم به اختصار پاسخ ایشون رو بدید چون ممکنه. نه ایشون دچار اشتباه هستن عزیزم. شیعه از قدیم بوده، شیعه تفکر عربی است. من با ما بارها ایشون پیداست تازه به این برنامه نگاه میکنن دوست محترم. و بله شیعه زیدی داشتیم، بنده توضیح دادم زید ابن علی ابن الحسن یه چیز کردن و بعد ما اسماعیلیه رو داریم. عرض میکنم که به اسماعیل فرزند هفت امامی هستن در واقع، اونا داستانشون دراز، انواع اقسام شیعه ها بوده است. فاطمیان رو داریم اینها. اما این شیعه 12 امامی هم بوده است از قدیم و عرض کردم که سلطان جنید این کلاه 12 ترک شما از کجا اطلاعات آوردین تا زمان نادرشاه؟
خیر چنین نیست، این شیعه 12 امامی بود. عرض کنم که اما خب هم که خدمتتون عرض کردن، خانواده تاریخچه های خودشون ساختن، شیعه 12 امامی بود و عرض شد که در ایران هم سابقه داشت و صفویان به ایران شیعه نیاوردن، شیعه بود، اینها گسترشش دادن. توجه بفرمایید به مطلب لطفا. سپاسگزارم. بفرمایید، خواهش میکنم. درود بر شما آقای فروزنده و همچنین درود بر استاد محترم بهرام مشیری. پرسش من اینه که اسلام با این طول عرض فعلیش در ابتدا که خب چیز بزرگی نبوده، آیا این به اصطلاح ساخته و پرداخته خدیجه که گویا همسر حضرت محمد صلی الله علیه و آله که خودشون یک یهودی بودن و حضرت محمد هم شاگرد ایشون بودن، آیا این ساخته پرداخته خدیجه نیستش که وام داده شده به عربستان سعودی و ما را هم گرفتار کرده؟ سپاسگزارم، توضیح بفرمایید. نه عزیزم، ببینید، ما حالا یه عده آخوند جنایتکار به مملکت ما آمدن، ما دروغ که نمیتوانیم بسازیم و تاریخ رو که نمیتوانیم خراب کنیم و به جهت خشم و خروشی که از دست آخوندها داریم با دروغ کار ما به جایی نمیرسه. عزیزم نه خدیجه نه یهودی نبود. عرض میکنم که این پیغمبر اسلام یکی از نوابغ روزگار هست، یک کتاب به جهت تأثیر بر تاریخ عرض میکنن که توانسته است با پایداری و عرض میکنن که حوصله و صبر، هیچ اشتباه سیاسیشون نکرده، یعنی یک آدمی بوده است که توانسته است که با از همه امکانات استفاده بکند، از تاریخ یهود، از چیز ایران، فرهنگ ایران و فرهنگ عرب اینها یک التقاطی بکند و دینی به وجود بیاورد. وقتی هم که به حرفاش گوش ندادن، با شمشیر از کنم که کار جلو ببره و تأثیر خودش رو گذاشته. کار شوخی نیست، به این آسانی نبوده است. من یه مطلب میخوام خدمتتون عرض کنم، شاید از لطفی خالی نباشد که عرض کنم. ابن سینا یک شاگردی داشت به نام حسین. این حسین کسی بود که یادداشت‌ها رو برمی‌داشت. یک شب شراب خورده بودن، این حسین اصرار داشت که آقا ادعای پیغمبری کنیم. حالا ما در حدود 350 مثلا فرض کنید هستیم، اینها قرن 4 میگوید حسین این سخنران رو نگو، به ادعای پیغمبری بکن. یعنی چه؟ میگفت شما لایق پیغمبری هستید. تا یک شب با هم شراب زیادی خوردن، چون ابن سینا شراب زیاد مینوشید، و بعد خوابیدن. ابن سینا بیدار شد، حس تشنگی بشه، گفت حسین اون کوزه آب رو بیار. گفت قربان برای کیمخت رودتون معدتون خوب نیست، حالا تنبلیش میشد بلند شه کوزه آب رو بیاره. حالا داشت به استادش تب یاد میداد. بعد از یک چند دقیقه باز ابن سینا این دست اون دست بیدار شد و گفت که حسین اون کوزه آب رو به من بده. گفت که استاد برای اون عرض کردم خوب نیست، بخوابیده اینها. بعد ابن سینا یک مرتبه صدای اذان میاد، میگوید که حسین بلند شو. گفت چه صدایی میشنوی؟ گفت صدای اذان. گفت یک کسی پیدا شده. گفت چه میگوید این اذان به کی بود؟ گفت که فلان کس. گفت یک کسی آمده است در عربستان، نمیدونم 350 سال پیش مطلبی گفته و این آدم داره پیروی میکنه ازش. من به تو که شاگردمی میگم یه کوزه به من بده، نمیدی، بعد میخوای من ادعای پیغمبری بکنی. این است که داستان به این سادگی که ما میگوییم نیست در واقع، که بگوییم که حالا خدیجه آمده یهودی بوده نمچنان. بله، آیین یهود اگر نمیبود اسلام هم نمیبود. یعنی شما اگر تعلیمات رو نگاه کنید، این سدین رو نگاه کنید، مسیحیت در رویارویی با یه پروتستی بوده مسیح، یعنی این صلح و عشق و مطالب مربوط به همسایه و یک سیلی به این صورت دیگر رو، اینها رو در واقع در جهت عقل، یعنی در واقع به قول مارکسیست‌ها یک آنتیتزی بوده بر آیین یهود. به جهت هم به هم جهت هم یهودیان نفرت دارن از مسیح، اسلام هم در راستای اونها بود. اینها ادیان سامی هستن، هر یکی از دیگری گرفته. یعنی اگر تورات نمی بود، عرض می کنم که قرآن هم نمی بود. و اگر نیک بنگریم و محققان آشکار کردن، بدبختانه حضرت محمد اطلاعات دست دوم رو شفاهی غلط شنیده وارد قرآن کرده، در حالی که اصل مطلب چیز دیگری بوده در بسیاری موارد. چون خود اونهایی هم که با ایشون صحبت کردن کتاب نداشتن، مثل تلمود و عرض بکنن که کتاب های مهم یهود درستشون نبوده. این است که
نسخه برداری ها، ولی اون مسائل عبادی بله. گفت چیکار داری میکنید؟ تاریخ طبری یعنی به وضوع میگه که یکی اینا غذا نمیخورن. حضرت پرسید که چه میکنید؟ چون میدونید 55% از اهالی مدینه یهودیان بودن که در سال 70 میلادی بعد از این رومی ها که حمله کردن و اون عرض کنم که معبد بزرگ رو تخریب کردن که دیوار شرقیش که دیوار ندوه است هنوز بر جای مانده، اینا آمدن و در مدینه ساکن شدن یهودیان. باری میگو این چه کاریست میکنید؟ گفته این میگیم روزه. خبیشون یاد میگرفتی که تقلید میکن. یعنی در اسلام در تعلیمات اسلام هیچ چیز جدید ما پیدا نمیکنیم غیر از زکات و جهاد. عرض کنم که همش نسخه برداری از این است. این است که یه مغزی میخواست، یک نبوغی میخواست که چنون استفاده بکنید از شرایط و لوازم و تأثیر بذاره بر تاریخ، مثبت یا منفیش رو من اینجا عرض نمی کنم هم باشه، چون خیلی از کنم شخصیت های منفی تاریخ هم بر تاریخ تأثیر گذاشتن. سپاسگزارم. داستان شوخی نیست. بله بفرمایید. خواهش میکنم. درود بر شما و جناب آقای مشیری. برنامه دیروز شما، منظورم دیشب بوده که به وقت شما دیروز میشه، واقعا یکی از وحشتناکترین چیزی رو که من در عمرم ندیده بودم در همین قمع زدن این آقایی که در سینه زنی بود، نمیدونم کجا بود، دیدم وحشت. اصلا حالت تهوع به من دست داد. جناب فروزنده، من عرشان خدمتون، این موضوعی رو که ما شما دیشب نشون دادید، خب روشنگرایی کردید، بسیار ممنونیم. این تا 65 سال پیش در ایران رایج بود، میکردن این کار. حالا نمیدونم شما البته خیلی جوانتر هستید، یادتون باشه، دیگرون خب به یه سن بالاتر بودن، 70 هستن، اینا رو یادشون هست، میدیدن. یه چیزی رو میخوام خدمتون عرض کنم بدون تعارف و واقعا تبلیغ نمیخوام بکنم. بنده به شاه فقید ایران کردیت میدم که ما را از دست این حیوانها نجات داده بود، ولی متاسفانه خود ماها در قفس رو باز کردیم و اینا رو آوردیم بیرون. جناب مشیری، از برنامه شما خیلی متشکریم و امیدواریم که اگر نمیخونیم لاغر تیپای شما رو گوش کنیم تا یه چیزی دیگه در این آخر عمری یاد بگیریم دیگه از شما. خیلی متشکرم. عرض کنم آقای فرزند. بله قربان. قول من جواب بدم، یعنی صحبت کنم در این باب. بله بفرمایید به طور خلاصه. ببینید مرحوم رضا شاه مدرسه نرفته اما سکولاری بود، در واقع ترقی و تعالی رو درست میفهمید، و ایشون یک زمانی تانک گذاشت در خیابانهای مراغه جلوی این سینه زنی، گفت آبروی مملکت رو میبرن، و رنگ قضیه رو ایشون کم کرد و این میفرمون قمه رو در اردبیل میزدن در نواحی اصفهان، حتی در سده که بسیار متأسف بودن، من در یک عاشوراش بودم ندیدم قمه زنی در اونجا، و در مراغه البته بنده دیدم متاسفانه میزدن. خود بنده اونجا در یک حضور داشتم در یک مسجدی و اینها جمع شدن و قمه زدن، و قبل از وحشتناکتر از اینها این که قبل وقتی که ما اونجا استاده بودیم دیدم چند بچه رو سرشون تراشیدن، و یک مردی که از این کلا فقاقی ها و قول معروف سرشون بود یک قمه به این بلندی یکی یک ضربت به سر این بچه ها وارد میگه. فکر نمی کنم اون بچه ها هرگز فراموش کنن اون صحنه رو. و یک دسته و از زمان رضا شاه ممنوع کرده بودن، یک دسته عادت کرده بودن که بروند در سینه کوه بیرون قمه بزنن و با کفن وارد شهر بشن. این سنت های زشت و کری رفته رفته داشت بر می افتاد که عرض کنم که این داستان به وجود آمد متاسفانه. جناب مشیری، من تکست دریافت کردم، البته خیلی تکست دریافت میکنم، ولی این دوتا از جالبتریناشه که دریافت کردم. بیننده میپرسن که ما چجوری میتونیم در ایران بعد از، چون انگلیسی از ترجمه میکنم، ترجمه دکتر لفسیست، چطور میتونیم در ایران بین زن و مرد تساوی داشته باشیم بعد از سقوط جمهوری اسلامی ایران، در حالی که ملاها اجازه داشته باشن کماکان به شستشوی مغزی مردم ادامه بدن؟ این پرسش اوله. این خیلی سوال در همی بود، میشه واضح‌تر بفرمایید؟ بله، میگن که ما چجوری میتونیم
در ایران بعد از جمهوری اسلامی تساوی بین حقوق زن و مرد به وجود بیاریم، در حالی که ملاها کماکان اجازه داشته باشند در حیطه کار خود چون به شستشوی مغزی مردم مشغول باشند. عزیز من، شما مطمئن باشید به همون اطمینانی که شب روز رو دنبال میکنه و روز شب رو، من خدمت شما عرض میکنم در صورت برقراری حکومت قانون و حاکمیت ملی و جدایی دین از حکومت، دیگر این ملاها مثل همین کشیشانه که میبینید که فقط حوزه فعالیتشون کلیساست و جرأت دخالت غیر قانونی است که یک کشیشا بیان و در واقع در سیاست دخالت بکنن، خود به خود درست خواهد شد. ما فقط بایستی در اندیشه حاکمیت ملت باشیم، حاکمیت ملت و نمایندگان ملت، و وقتی مجلس ملی تشکیل شد اون مایه خرد در ما ایرانیان هست و اون مایه دانایی که در کمتر ملتی هست که بتوانیم این معضلات را حل کنیم و برابری و تساوی در جامعه و قرار کنیم و با آخوندها معامله در واقع بکنیم که اروپا کردن، یعنی نمیدونم کشتن و قتل عام و این حرفا نباشد، اونها هم بروند کسانی که هستن که جنایتی کردن البته در دادگاه ها محاکم بشوند، اونهایی هم که میخوان آخوند باشن به گمان من بایستی در این مدارس طلبگی رو بست و هر کسی میخواد عرض کنم که تحصیل دین بکنه ببرد دانشگاه تهران و در حوزه دین بروند هرچی میخواهند بگویند. شاید این تکس دوم رو شما پاسخ دادید ولی بهتر من تکرار کنم. میپرسن که در بله، میگن که آیا این یک بخشی از عدالت اجتماعی به حساب میاد در ایران آینده که مدارسی مثل مدارس حقانی و فیضیه اجازه داشته باشند که به سبکی که امروز کار میکنن کماکان کار بکنن، یعنی در واقع اون بنیادها، بنیادهای پرورش ملا کماکان به جای خودش باقی بمونه، باقی میمونه، این نشانه عدالت اجتماعیه؟ عزیزم آقای فروزنده، اگر شخص بنده رو اگر میپرسی، اگر بنده تصمیم گیرنده باشه مثلا اینها رو باید تخته کرد روشم نوشت این مکان به علت عرض میکنم که نشر دروغ و اکاذیب بسته شد، اما به هر صورت اگر دموکراسی است و آزادی، در واقع وقتی که فرهنگ دموکراسی هست، فرهنگ نقد هست، قانون هست، سخن لاطائل به جایی نمیرسد، سخن لاطائل و سخن خرافی و خرافات بر روی هم در جایی است که استبداد باشد، وقتی که آزادی بیان باشد و دموکراسی باشد و دانایان و خردمندان هم سخن بگویند، خود جامعه از اینها فاصله بگیرد، نیاز به چوب و چماق نیست. واقعا سپاسگزارم. اجازه بدید خط بعدی رو بگیرم. بفرمایید بیننده عزیز، بفرمایید. خدای من، شما مدت ها روی خط هستید ولی چرا صحبت نمی کنید؟ بسیار بفرمایید. خواهش میکنم. بفرمایید. سوالتون رو مطرح فرمایید. به تلویزیون توجه نکنید آقا، ببخشید. بفرمایید، خواهش میکنم. درود بر شما. من یه سوال داشتم. ما این مشیری این روحانیت با انگلستان چه چیز؟ الو بفرمایید آقا، صحبتتون رو بفرمایید. بله، می‌خواستم ببینم که روحانیت با انگلستان چه چیزی داره و اینکه این لباس روحانیت از کجا اومده، این لباسی که الان می‌پوشن، برای چه موقعی روحانیت وارد سیاست شده؟ سپاسگزارم. عرض کنم که این داستان که ریشه هر آخوندی رو بلند کنی نوشته از ساخت انگلیس و اینا سخنان لطائلیست، اینها رو جدی نگیریم. در ایران عرض می شود که خب یک زمانی سیاست انگلیس نفوذها داشته، بعضی آخوندها هم حتما با انگلیس ها سر سری داشتن، اما بر روی هم این یک سنت بیش از هزار و چند ساله است که این لباسی هم که هست میگویند اینها
در واقع لباس روحانی این شکل باید باشد. پیغمبر عمامه داشته، امام حسین عمامه داشته و این لباس در واقع یک لباس عربی است که مرد دینی عربی به تنش میکنه و اینها عرض کنم که از اونجا آمده در ایران قدیم که ما چنین لباسی نداشتیم. یعنی مرد روحانی اسلامی بایستی دارای عمامه و همین عبا و همین وضعیتی که امروز هست باشد، یک انگشتری هم معمولا از عقیق آخونده به دست میکنن و به دستهای اینها نگاه کنید، دستهای کوچک ظریفی هم دارن که پیداست که هیچ کار نکردن در عمر، دستها رو به کار نبردن ولی اینا از قدیم بودند. قرمتون برم این لباس ها در توضیحاتی که عرض کنم که فقها دادن و مورخین دادن به اینا، این لباس مثلا نوع لباس هاییست که فقها در بار هارون و رشید مثلا فرض کنید میپوشیدن تا از دیگر مردم مجزا باشه. بفرمایید، خواهش میکنم. آقای فرزاده سلام عرض میکنم. سلام. همتون سلام خدمت آقای مشیری. درود بر شما. جناب مشیری، این پرسه که بنده تقریبا میشه گفت هم ارتباط داره به مردم شما هم به حاشیه میره. نه لطف بفرمایید، عذر میخوام. به حاشیه نرید. نظر شما آقای روخط هستم؟ بله روخط هستید. بله. با این اوضاع احوالی در خاورمیانه میبینیم، آیا فکر نمیکنید ما داریم به طرف یه دوران توحش پیش میریم؟ داره به تدریج این اوضاع احوال که خود شما بیشتر در جریان هستید داره به تدریج توسعه پیدا میکنه. آیا امیدی به آرامش هست یا به طرف توحش داریم پیش میریم؟ بنده توضیحات بیشتر نمیدم، متوجه عرض بنده شدید. قربان. از کنم که اون چی در خاورمیانه میگذرد دوست محترم از توحش گذشته، چون وقت ما میگویم توحش یک امر حیوانی رو در نظر میگیریم. این داستانی که میگذرد که این داعش و دار دسته طالبان و اینا انجام میدن دیگه با این توحش تعریف نمیشن، بسیار فراتر رفته از توحش. صحنه هایی است که حقیقتا انسان نباید ببیند. من فکر میکنم دستن در کان تلویزیون ها همی صحنه های فجی رو نباید سینه، چون روح انسان رو تا ابد جریحه دار میکنه. از توحش گذشته. این خاورمیانه دوست عزیز قریب 2500 سال است درگیر جنگ و خونریزی هست، قریب 1500 سال است که به شدت جنگ مذهبی جریان دارد و بنده آرامش صلح رو در افق خاورمیانه به این زودی نمیبینم. یعنی این جیوپولیتیکی که در اونجا ما نگاه میکنیم، یعنی خاورمیانه جایی شده است که یک آدمی مثل این پسر اسد این همه آدم کشته مورد پشتیبانی واقع می شود که بدتر از اون نشه. بس شما تصورشو بفرمایید، یک جنایتکاری مثل این پسر حافظ بشار الاسد، پسر پدرش هم از خودش جنایتکارتر بود، رو می بینید باز رئیس جمهور شده. خیلی خیلی جالبه. آقا در این مملکت این آقای نیکسون رو من بارها عرض کردم یه ضبط صوت گویا گفته بود بگذارید ببینیم اینا چی میگن، گرفتن به چه خاری بیرونش کردن و بعد امروز قرد پشتیبانی میکنند از چیز به جهتی که به فرمایش شما درست میفرمایید و از داره بدتر و بدتر میشه. و این دخالت آمریکا و سیاست دوگانه ای که در اونجا اعمال کرده سالیان بسیار مردمون رو خشمگین کرده و بعد این جنگ شیعه و سنی و وضعیت اسرائیل، این رفتارهایی که با فلسطینیان شده است و غیره که میدانید، این هست که بنده ابدا امیدوار نیستم که به این زودی صلح باشد و به این زودی صلح و صفا و برابری و برادری و اینها به وجهی که در قدیم بود که حالا در ظاهر اینطور بود به هر صورت پیدا بشود. بسیار بسیار بعید است که به این زودی و با زور هم الزاما نمیشود که کار را انجام داد، باید یه طریق صحیح اتخاذ بکنه. بفرمایید، خواهش میکنم. بفرمایید، خواهش میکنم. با سلام جناب پرزن خدمت شما و آقای مشیری. خواهش میکنم. سه تا سوال دارم خدمتون. یکی، نقش امام حسین در جنگ بین تازی ها با ایران آیا شرکت داشتن یا نه؟ و چرا شهربانو دختر یزدگرد سوم سهم امام حسین شد؟ و سوال دومم، چرا حضرت محمد
همسر پسر خوانده‌اش را به زنی گرفت. به همین حرکتی که مجاهدین بعداً به استناد اون ازدواج معروف را انجام دادن. سوال سومم، رابطه حضرت محمد با ماریه قبطیه کنیز ارسالی پادشاه مصر آیا رابطه نامشروع داشت یا نه؟ سپاسگزارم. جناب مشیری اگه ممکنه به اختصار بفرمایید، چون اصلا این بحث بله. به بحث امروز ما مربوط نیست. چه میزان وقت است آقای فروزه؟ خیلی کم، بسیار کم. چقدر کم؟ 3 دقیقه و 54 ثانیه. بسیار خوب. شهر بانو داستان دروغی است. یزگرد یه جوان 13 ساله بود، شاهی رسید، دختری نداشت که کسی به دزدد. حالا اگر چنین چیزی بوده، زن حسین امام حسین ایرانی بوده، احتمالاً در دوره‌های بعد بوده. ما چیزی به نام شهربانو نمی‌شناسیم. شهر یه لغت عربی است اول. حالا بمونه. بعد ازدواج با پسر خوانده حرام بوده. بله، حضرت رسول متأسفانه این کار رو کرده، رفته دم در. این زن خود حضرتشان این ازدواج رو برقرار کردن. بعد که ازدواج کرد، این دختر زیبا شو یک روز داشته چیز می‌کوبیده، نمی‌دونم همین گندم میکوبیده، یکی از این چیزها هاونها، نگاه میکنه، هوس میکنه، میگه تبارک الله حسن الفالقین. این زید بیچاره میاد میگه آقا چه خبر؟ میگه حضرت رسول اینجا بود. گفت چه گفت؟ گفت تبارک الله، گفت تو رو از تو خودشون من طلاقت بدم. و این یه کاری بوده است که بسیار بسیار کار بد زشتی بوده، ضد سنت عرب بوده. و درست میفرمایید، دیگه ماریه قبطیه از هدایایی بود که فرستادن. اینا دو تا کنیز بود. شرش مفصل است. ماریه قبطیه رو عرض کنم گذاشته بود کنیزی بکند، در واقع برای حفصه دختر عمر، زن رسول. ایشان در واقع رفت به حمام، میخواست بره به حمام، حضرت رسول تنها بودن با ایشون. این نسل طبری است. حالا نفرمایید که مشیری نشسته داره نمیدونم بدین فلان میکنه دیگه، بزرگترین مبارک اسلام طبری است. میگه یه چیزی جا گذاشته بود. این حفصه برگشت دید که حضرت رسول جمع شده است با این ماریه، که البته از حالا به قانون اون روزگار من نمیدونم این چیز اخلاقی حداقل بوده. و بعد میگوید که طبری میگوید که به حفصه گفت که شما چیزی نگو، به عایشه نگو، من یه خبر خوشی به شما خواهم داد، و اون که بعد از مرگ من پدران شما خلیفه خواهند شد. اما عایشه رفته به عایشه گفته، و بعد ایشون دیدن که عایشه اون سر و صدایی که فکر میکرد نکردن، ایستادن به نماز. در بین نماز شروع کردن لبخند زدن و میپرسن یا رسول الله لبخند میزنی؟ گفت بله، خداوند الان جبرئیل فرستاد به آقا، چیزی که به تو حلال کردن چرا به خودتون حرام میکنید؟ این است که به من گفت ماریه، این ماریه بگیرید، بروید این آرایش کنید، برای من بیاورید. این داستانش بوده. و اینها کاملا انگیزش معلومه، حرکت معلومه. عرض کنم که چه بوده، برای چه بوده، و این حکایت بوده. و روی نکات خیلی خوب این هموطن دست گذاشته بود. این مغالطات عجیبی است در این داستان. سپاسگزارم جناب مشیری. با اینکه بینندگان عزیز مایلند با شما صحبت بکنند، ولی وقت برنامه به پایان رسیده. تا برنامه بعد به شما بدرود میگم، همینطور به بینندگان عزیز، و براتون روزهای بهتری رو در هوای بد تگزاس آرزو میکنم.